عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما هم هستند. آقای اسماعیلی، سلام و عرض ادب. سلام علیکم، دوستان بخیر. بزرگ بارید. جناب آقای اسماعیلی، گزارش از افزایش سوء تغذیه کودکان در استانهای دور افتاده از جمله غور چقدر واقعی بوده و اطلاعات شما از وضعیت شرایط خانواده ها در این مناطق چگونه است؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان شما. بزرگ بارید. باید عرض شود که این موضوع و این مشکل تنها در مناطق مرکزی یا ولایت غور نیست، بلکه در سراسر افغانستان مردم افغانستان دچار همچون مشکل هستند. متاسفانه از زمان روی کار آمدن حکومت نامشروع طالبان و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، مشکلات فقر و سوی تغذیه کودکان سرسام آور بوده و این گسترش قابل توجه یافته. اگرچند در گذشته ها هم مردم افغانستان سالهای بخاطر سالها جنگ دچار همچون مشکلی بودند، مطابق گزارش رسمی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سالهای قبل نشر کرده بود و سازمان های جهانی، مخصوصا سازمان ملل و WFP، حدودا 30 تا 35% مردم افغانستان زیر خط فقر بودند. اما متاسفانه فعلا مطابق گزارش های رسیده بالای 95% مردم افغانستان زیر خط فقر هستند و دچار سوی تغذی و مشکلات فقر هستند. این نشان میده که مردم افغانستان فقط 5%شان توانایی خرید مایحتاج روزانه ایشان دادن را نمیتونن برای خودشان غذا پیدا بکنند. باقی مردم همه نیازمند کمک های بشری هستند و این مسئله بسیار جدی و حاد است در افغانستان. بله آقای اسماعیلی، با وجود سرازی شدن میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی، چرا با گذشت هر روز وضعیت فقر و بهداشت در افغانستان بدتر میشه؟ خب ببینید، چند مؤلفه در اینجا هست. اولا نبود یک حکومت مشروع و حکومت پاسخگو در افغانستان. شما میدونید که بعد از سال 2021، آگست 2021، زمانی که طالبان با وجود آمدن، آنها هیچ گونه مسئولیت در قبال شهروندان احساس نمی کنند و در روز اولی که اینا به قدرت رسیدن، اینها اولا گفتند که ما در قبال رزق شما و در مقابل مشکل شما ما جوابگو نیستیم. خداوند شما را خلق کرده و خداوند هم روزی شما را میرساند. وقتی یک حکومت بیاین همچون صحبت را با مردم با شهروندانش داشته باشند، دیگه از اون حکومت چی توقعی داره؟ بنابراین کمک هایی که در افغانستان صورت میگیره، درست است که ما هفته وار بیش از 40 میلیون دلار در افغانستان سرازیر میشه، ولی اغلب این پول ها در اختیار طالبان قرار میگیرند و طالبان از آن سوء استفاده میکنن به نفع شخصی و فامیلی و دوستان و اقارب و کسایی که با اینا در ارتباط هستن. و مسئله دیگری که خیلی مهم است این است که کمک ها بسیار ناچیز است نسبت به جمعیت افغانستان که بالاتر از 35 میلیون جمعیت در افغانستان زندگی میکنن. کمک هایی که سرازیر میشن کمک های بسیار ناچیز هست و این کمک ها بسنده و جوابگوی نیازمندی های مردم نیستن. تنها کاری که می توانند در قسمت فقر زدایی در افغانستان صورت بگیرند این است که یک حکومت فراگیر، یک حکومت پاسخگو در افغانستان، حکومت مشروع در افغانستان به وجود بیاید، تمام جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسند و بتوانند سرمایه گذاری در اونجا صورت بگیرد و ایجاد اشتغال بشه. تا زمانی که اشتغال زدایی صورت نگیرند، فقر از بین نمیرند. اگر شما چقدر می توانید که برای مردم کمک توزیع بکنید، تنها کاری که می تواند جلوی فقر بگیرد این است که ما آبهای ما را مدیریت بکنیم، زمین های لمیزرعی که در افغانستان وجود دارند اینها را زیر آب ببریم و زراعت ما را میکانیزه بکنیم و همچنان شغل ایجاد بکنیم. تا زمانی که شغل ایجاد نشه بالاخره فقر و از بین نمیره در افغانستان. جناب آقای اسماعیلی، به طور مختصر بفرمایید دوام این وضعیت و افزایش فقر و گرسنگی چه پیامدهایی در سطح داخلی و خارجی در پی خواهد داشت؟ خب در سر داخلی مشخص است، روستاها تخلیه میشن، میان به شهرها با امید این که بتونن یک غذای پیدا بکنن یا افطار پیدا بکنن. اما متاسفانه شهرهای افغانستان بدتر از روستاها و وضعیت بچان بدتر است. شما در روستاها کرای خانه ندارید، اما در شهر وقتی زمانی که بیایید مجبور بشین کرای خانه، پول آب، پول برق و خیلی چیزهای دیگه بتونن که در روستاها وجود ندارن شما باید پرداخت بکنید.
و از طرف دیگه کار هم نیست. شهرها ازدحام بیشتر بیشتر سخت میشه و مردم بعدا مجبور بشن که از شهرها مهاجرت بکنن به کشورهای همسایه و این یک بحران بسیار شدید انسانی با وجود میاد، یک بحران مهاجرت با وجود میاد که دامنگیری هم افغانستان میشه و هم جامعه جهانی و این خیلی خطرناک است و باعث فقر و فلاکت بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم، با ما همراه بودند.